بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش. سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز، هموطنان نهایت گرامی. انشالله که حالتان خوب باشه، در هر کجایی که هستید خوب و خوش و خرم و سلامت باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم و ممنون از همراهی شما عزیزان، ممنون از اینکه برنامه ما رو برای تماشا انتخاب کردید. آغاز هفته است و انشالله که طبق معمول همیشه روز شنبه برای شما عزیزان روزی همراه با امید، همراه با انرژی و سرشار از برنامه هایی باشه که منتج و به موفقیت های شما عزیزان باشه. دوستان عزیز ارجمند، برنامه روی خط زندگی است. در لحظات پیش رو میهمان خانه های شما عزیزان هستیم و انشالله که شما هم تا پایان صحبت و گفتگوی امروز مرا همراهی کنید. بینندگان از ارجمند، آغاز هفته است و روزهای شنبه برای ما متفاوت از هر روز دیگر میتونه برنامه ای باشه و صحبت هایی باشه که به موفقیت های هرچه بیشتر در زندگی ما را کمک کنه. هر هفته عناوین و مؤلفه های متعددی را در برنامه خود به بحث و گفتگو میگیریم و راه هایی که میتونه بیشتر ما را به اهداف ما، به موفقیت هایی که برای خود ترسیم میکنیم برسانه. امروز میخواییم در رابطه با تمرکز و رابطه ای که میتونه در زندگی با موفقیت داشته باشه برای شما عزیزان صحبت هایی داشته باشیم. به هر حال هر فعالیتی رو که ما انجام میدیم، هر کار روزمره و روتینی که هست، باید با دقت ذهنی و تمرکز بالایی انجام بگیره. اگر با این دقت عمل ما بتونیم کاری را به اتمام برسانیم، مطمئن باشین که میتونه تأثیر بسیار بیشتری بر روی کیفیت او کار و اینکه چگونه میتونه به اتمام برسانه. اگر ما اهدافی را داریم و برای خود ترسیم کردیم، خب اقدامی که باید روی دست بگیره ای که باید ما یک فعالیتی را آغاز کنیم و همراه با تمرکز و با تکیه به تمرکز حرکت کنیم. اگر این گونه باشه میتونه بیشتر به موفقیت ما را برسانه و انشالله که همه شما عزیزان هم نسبت به این مقوله اصلی توجه داشته باشیم و مبادا بنا به دلایلی، مشکلاتی که در زندگی وجود داره، دغدغه های روزمره، همه اینها میتونه تأثیر منفی بر چگونگی و کیفیت تمرکز ما بر جای بگذاره که امروز سعی میکنیم در برنامه خود بیشتر به این موضوعات بپردازیم. میهمان گرامی ما آقای شاجهان رضوانی هستند. ایشان روانشناس بالینی و انشالله که بتانیم به اتفاق ایشان صحبت های مفیدی را در رابطه با تمرکز و موفقیت برای شما عزیزان تقدیم کنیم. خوب است که در نخست با ایشان هم عرض ادبی داشته باشیم و انشالله بیشتر در رابطه با این موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم. سلام آقای رضوانی، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، شاجهان رضوانی هستم، ماستر روانشناسی بالینی و خیلی خوشحالم که امروز خدمتتون آمدیم و تشکر از شما و از همکارانتون و بیننده های عزیز ما رو ممنون. آقای رضوانی عزیز، ما خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. آقای رضوانی، هر هفته سعی میکنیم و عناوینی بپردازیم که بیشتر در زندگی فردی اجتماعی ما رو به موفقیت برسانه. موضوع انتخابی امروز ما تمرکز هست. خیلی از ما در دوره های مختلفی از زندگی با این واژه پرکاربرد آشنایی نسبی داریم و میدانیم که چقدر میتونه در زندگی ما تأثیر گذار باشه. آقای رضوانی، در نخست یک تعریفی از تمرکز داشته باشیم، این که چگونه یک موقعیت فردی و ذهنی هست که ما در او قرار میگیریم و به نام تمرکز بیان شد. به نام خدا. تمرکز ذهنی یا تمرکز حواس، ما تمرکز واقعی یعنی اگر شما در طول یک روز پنج فعالیت مشغول باشید و در هر فعالیت اگر که صرفا به آن فکر کنید و از افکاری مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید، ما میگیم که تمرکز حواس دارین. و تمرکز حواس یعنی به نوعی افکارهای ناخودآیند، افکارهای مزاحم را کاهش دادن.
همینطور حضور در لحظه، حضور در حال، همینطور که ما اینجا نشستیم و در شما رو میبینیم و پشتم با صندلی در تماس هست و صدایی رو که از اونجا میشنویم و تصویر اینجایی رو که میبینیم و احساس نم که پایم به زمین خورده، یعنی من حضور در لحظه هستم و تمرکز حواس دارم. یعنی در یک موقعیتی که ما قرار میگیریم تمام هوش و حواس ما و دقت عمل ما در کاری باشه که بیشتر در اون لحظه میتونه اهمیت داشته باشه. به عنوان مثال این گفتگوی ما و شما در آن واحد میتونه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه، چون یک مقدار اطلاعات باید به مخاطبین عزیز خود منتقل کنیم و اگر این دقت و اگر این هوش و حواس و تمرکز نباشه، پس صحبت هایی هم که صورت میگیره مفید نخواهد بود. دقیقا. و موقعیت های زندگی روزانه ما بر میزان تمرکز ما بر عمر روزانه ارتباط دارد. بله. یعنی اگر شما قادر باشید که در وقت کار صرفا به کار خود، در وقت نمیدونه ورزش کردن و صرفا به انجام حرکات ورزشی و در وقت مطالعه صرفا به موضوع کتاب، یا در فعالیت های مثل هنری مثل نقاشی، خطاطی و غیره، و اگر به مو فعالیت های هنری توجه و تمرکز داشته باشین، این خودش نوعی میتونه به ما را به میزان چشمگیری یعنی موفقیت زندگی ما را هم تضمین کند. تشکر. آیا هر فردی که در یک جامعه زندگی میکنه نسبت واحد و یکسانی از تمرکز و او دقت ذهنی را در وجود خود داره و برخوردار هست، یا اینکه این نسبت در افراد بنا به توانایی هایی که دارن، بنا به ظرفیت هایی که دارن میتونه متغیر باشه؟ این نسبت به هر فرد میتونه تمرکز حواس یعنی متغیرش بسیار تا بسیار باشه. ممکنه که یک فرد نظر به توانایی هوشی که داره، نظر به سلامت روانی که داره، با ما اندازه میتونه تمرکز بالای هم داشته باشه، و یک کسی دیگه که فرض کنین یک اتفاق ناخوشایند ممکنه در زندگیش قبلا افتاده باشه که بر اثر از اتفاق ممکنه که یک حالت افسردگی برش اتفاق افتاده باشه و این عملا با وجود آمده باشه و همینطور ادامه پیدا کرده باشه. معمولا سطح تمرکز حواس و حواس پرتیش هم بیشتر خواهد بود و تمرکزش کمتر خواهد بود. نظر به هر فرد کاملا تغییر میکنه و فرق داره. بسیار خوب. در دنیای امروز ما که دنیای نسبتاً پیچیده شده، زندگی همراه با تکنولوژی شده و به سوی مدرنیته داریم گام برمیداریم، این تمرکز حالا خیلی از صاحب نظران و این عقیده هستن که بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی ما میتونه اهمیت داشته باشه و جایگاه و اعتبار ویژه‌ای داره. اهمیت تمرکز شما در چه چیزی می‌بینید؟ چرا تا این اندازه نسبت به تمرکز، نسبت به اون جایگاه و عملکردی که میتونه در زندگی ما داشته باشه اینقدر توجه شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته؟ آها، درست. البته در تمام نواحی جهان کسانی بودن که از قدرت تمرکز خیلی بالای برخوردار بودن، یعنی آشفتگی ذهنی عملا خودش به نوعی به هیچ عنوان نمیتونه که ما رو موفق کند. درست. اگر که ما مثلا در سر کار هستیم، ذهن و فکر ما به طرف خانواده باشه، زمانی که به خانواده به سر میبریم نگرانی از شغل و وظیفه خود داشته باشیم، یا زمانی که مثلا وقتی مطالعه، وقتی خواندن کتاب هستیم، فکر ما از هر طرف میرود. خب عملا این خودش به نوع اتلاف وقت است و وقت خود ما هدر میدیم. بنابراین تمرکز حواس، کسی که سطح تمرکز حواسش بالا باره میتونه به مو اندازه از زمان حال خود، از وقت و از لحظه لحظه خود استفاده کند و موفق شود، و این خودش عملا کیفیت زندگی رو میبرد بالا. و به نوعی ذهنی خاصیت داره که گاهی میپرد به سمت گذشته، گاهی هم به سمت آینده. اگر ما بتونیم که حضور در لحظه رو داشته باشیم، موقع میتونیم از زندگی، از همه امور خود لذت ببریم و در هر زمینه میتونیم برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم و بتونیم تلاش بیشتر کنیم. بله، تشکر.
خب برای چه کسانی و چه فعالیت هایی این تمرکز بیشتر میتونه اهمیت داشته باشه؟ حالا اگر بخوایم در رابطه با دوره های مختلف سنی و زمانی صحبت کنیم، خیلی به این باور هستن که دوره جوانی دوره ای هست که ما او پتانسیل و ظرفیت بیشتر داریم برای که به اهداف خود در زندگی برسیم، باید از نهایت توانایی های خود استفاده کنیم تا که بتونیم مسیر زندگی خود به سمت بهترین ها تغییر بدیم و گام برداریم. خب آیا در این دوره که دوره جوانی هست بیشتر ما نیاز به تمرکز کردن داریم؟ و اگر قرار هست که در این دوره بیشتر تمرکز داشته باشیم، چه فعالیت هایی بیشتر نیازمند تمرکز کردن هستند؟ آها درست، فعالیت هایی که ما در حتی در رشته روانشناسی یک روی کرده است به اسم تعهد و پذیرش، اینی دو هدفش هست که میگه که شما باید ذهن آگاهی داشته باشین، یعنی آگاهی نسبت به لحظه و حال، که برای زی تمرین های مختلف فعالیت های مختلف میده. هر جمله که میگه که برای حدود یک ماه شما باید یک موضوع خاص را انتخاب کنید و به اون موضوع فکر کنید و از افکارهایی که زمانی که مثلا در جریان تمرین ذهنتان جوی دیگر رفت هیچ اشکالی نداره بگذاریم بره، ولی پس باید شما با موضوع امو خاص که انتخاب کردین به او فکر کنید، یعنی عملا باید تمرین کنید و خود تربیت کنید در این قسمت، یا ممکنه میگه یکان جسمی را یک مثلا مثل یک سبر پیش خود بگذارین و به او حضور در لحظه به او تجسم کنید و در او زمان هر زمانی که فکرتون به جوی دیگر رفت هیچ اشکال نداره، پس فکر خود برگردانید و به او موضوع فکر کنید تا بتونید سطح تمرکزتون حواستون پیشتر شوه و بالا بره. بسیار خوب، تشکر. خیلی از افراد وقتی به صورت روزمره یک کار را انجام میدن، مثلا مطالعه را صحبت میکنیم که خیلی هم مبتلا بسه و خیلی از افراد در هر سنینی درگیرش هستن. ما وقتی مطالعه میکنیم میخواییم با دقت بیشتری و تمام هوش و حواس ما جمع باشه تا که بتونیم از اندوخته های او کتاب یا داشته های او کتاب یک دریافت صحیحی داشته باشیم، اطلاعات خوبی را بتونیم به دست بریم. اما گاهی اوقات به ناگاه و بدون هیچ دلیلی تمرکز ما به هم میخوره که خیلی از جوانان هم این مشکل دارن. به نظر شما دلیلش چه چیزی هست که بدون هیچ دلیلی ما نمیتونیم بر روی یک موضوع نسبتا مهمی تمرکز داشته باشیم؟ درست، حالا دلایل مختلف میتونه باشه حتی در هر فرد دلایلش ممکنه که متفاوت باشه. ممکنه که یک فرد در خانواده شاید یک آشفتگی در بین خانوادهش اتفاق افتاده باشه، ممکنه که پدر مادر بین خود ممکنه یک وقت پسر شاهد بوده باشه که اونو بین خود جنگ کرده باشن و این طبیعتا یک رنج یک ناراحتی رو برای ایجاد میکنه و نمیتونه با این کنار بیایه. زمانی که وقت مطالعه شروع به آغاز مطالعه من خواهیم، این اتفاق اذیتش خواهد کرد و این باعث میشه که حواس پرتی در این فرد زیاد شود. و یک از چیزهای دیگه که باز وقت است در زمان مطالعه ممکن یک سال افکارهای در ذهن ما بیایه، یک فکرهای بیایه که ممکنه فکرهای منفی باشه، اگر ما نتونیم با این فکرها یعنی درست برخورد نکنیم ممکنه که این فکرها بیشتر شوه و زمان ما را از مطالعه و از کتاب دور کنه. یعنی یکی از عوامل هست ممکنه دنیای درونیم خودی ما باشه که ما نتونیم، یعنی دنیای درون ما همواره متلاطم هست، پر از آشوب هست و نمیتونیم دقیقاً مثلا تخیلات، مثلا تصاویر ذهنی خیلی منفی، مثلا افکار، مثلا یک خاطرات خیلی دردناک دوران کودکی ممکن ما رو اذیت کنه که نیا کلش نیاز به روان درمانی داره، باید پیش یک روانشناس بره درمان بگیره بعد بتونه تا تمرکز کنه. بسیار خب، علاوه بر موضوعاتی که در خانواده حالا شاهدش هستیم، دلایلی که فردی خانوادگی هست مانند ترس، استراب، تنش های خانوادگی،
عوامل اجتماعی چقدر میتونن دخیل باشه؟ حالا ناآرامی های اجتماعی و محیطی که ناآرام باشه و تشویش هایی که در سطح اجتماع در واقع وجود داره، اینها چقدر میتونه تمرکز و هوش و حواس از ما بگیره و مختل کنه؟ بسیار عالی. به ما اندازه که خانواده، محیط خانواده مهم است و تاثیرگذار است واقعا روی آرامش روح و روان ما، به همین اندازه محیط و اجتماع هم قدرتمند هست و مهم است. مثل سر و صدای محیط، مثل اینکه کسی میای مزاحم ما میشه و همینطور عوامل اقتصادی، عوامل امنیتی، عواملی که ممکنه خیلی در جامعه ما بسی فرهنگ پیش میاد که بله. ممکنه که یک فرد وقتی در مکتب در جنش بود ممکنه یک کسی تمرخص کنه، قضاوتش کنه یا به نوعی یک لحن با یک حرفی بعدی بزنه، که اینا همش محیطایی هست که آزاردهنده هست و حواس ما رو پرت کنه و ممکنه که یک نگرانی و یک تشویش رو با ما ایجاد کنه که همیش در ذهن و روان ما ثبت نشه و در جریان مطالعه ممکنه که همیشه وقت حواس ما پرت باشه. بله، سپاسگزاری میکنم از شما آقای رضوانی عزیز. تشکر از صحبت های شما و دوستان از ارجمند. چنانچه اشاره شد در طول برنامه ما، ذهن ما از آوان کودکی همانند یک لوح سفیدی میمانه که مجموع معلومات و اطلاعاتی که در دنیای پیرامون ما وجود داره وارد ذهن ما میشه و داشته های ذهنی ما میشه، یعنی تأثیرگذار بر ضمیر ناخودآگاه ما میشه و حالا چه این حقایق و چه معلومات مثبت باشه یا منفی، باعث میشه که در دراز مدت این تصاویر ذهنی وارد حقیقت زندگی ما شود و به نوعی همین ترس ها، اضطراب ها، ناآرامی ها، تنش هایی که وجود داشته، یا از اون طرف اگه بعد مثبتش رو بخوایم در نظر بگیریم، موفقیت های ما، تشویق هایی که شدیم یا در یک جمعی که موجب افتخارات دیگران شد، همه و همه اینا تأثیر میگذاره به نوعی و عملکرد ذهن ما تحت تأثیر این موضوعات قرار میگیره. اگر گاهی اوقات ما تمرکز خودم از دست میتیم، بنا به همین دلایلی هست که ما در زندگی فردی و اجتماعی خود را تجربه میکنیم. میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم و انشاءالله در بخش دومم به این موضوع میپردازیم که با وجود تمامی این تنش ها و مشکلاتی که در ذهن ما وجود داره چگونه میتونیم قدرت تمرکز خود را بالاتر ببریم. دوباره خوش اومدید. ممنون از همراهی شما عزیزان و خوشحال هستیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش دوم برنامه هستیم و همچنان به موضوع تمرکز و رابطه‌ای که با موفقیت داریم میپردازیم. خیلی از موفقیت‌های ما مشروط و منوط به این است که وقتی کار و یا فعالیتی را داریم انجام میدیم با نهایت تمرکز و دقت بتونیم کار را به اتمام برسانیم، چرا که تمرکز کردن و این که کاری با تمرکز انجام شده میتونه تأثیرات بسیار زیبایی به همراه داشته باشه و نزدیک به اهدافی هم که ما برای خود ترسیم کردیم میتونه باشه. خب آقای رضوانی بفرمایید که در صورتی که ما در کارها و فعالیت‌های خود، حالا هر کاری هست، اگر این کار ما یک مطالعه است، اگر کار ما صحبت کردن هست، اگر کار ما یک موتروانی هست و هر فعالیتی که ما روزمره با او دچار هستیم، اگر این تمرکز کافی را نداشته باشیم چه مشکلاتی برای ما با وجود میاره؟ اگر که تمرکز کافی را نداشته باشیم ممکنه که یک ناامیدی را به یک شخص بار بیاید، یا هم ممکنه که خودش یک نوع درمانگی به فرد به وجود بیاره، چون وقتی عملا با نمیتونه یک رویش شیوه های درست را برای از اینکه در خود تمرکز ایجاد کنه به کار بگیره، منجر ممکن به افسردگی یک فرد شوه و ممکنه که خودش افسردگی خودش چندین تا علایم مثل ممکن است که تا خوابش خراب کنه، ممکنه که فرد نسبت به اعضای خانواده یک ارتباط، یک رفتاری خوب نداشته باشه، ممکن یک رفتاری حمله و پرخاشگرانه نداشته باشه، یا هم ممکنه که یک کسی باشه که بیشتر گوشه نشینی رو اختیار کنه و همینطور واقعا چیزی دیگری که در فرد ایجاد می‌کنه نشخوار فکری هست یا نگرانی نسبت به آینده هست. نشخوار فکری یعنی که فرد
ممکنه که فرد به این سمت ببره که نسبت با گذشته خود کلنجار کنه و چرا اتفاق بر ما افتاد، چرا این حرف به من زد، و ممکنه که یک چرخه ای از افکار و احساس و رفتار را در دنیای ذهن فرد فعال کنه که این خودش منجر به یک امراض روانی دیگه خواهد شد. بله، تشکر از شما. خب اگر در صورتی که ما نتونیم در این کارهای خود تمرکز کافی داشته باشیم، آیا ممکن هست که روند رسیدن به اهداف ما و روند رسیدن به موفقیت های ما هم مختل شود؟ طبیعتا دقیقا، اصلا لازمه موفقیت و رسیدن به اهداف و به خواسته های زندگی است که اول در قدم اول ما باید تمرکز کافی داشته باشیم، تمرکز درست باشه و حواس ما جمع باشه، چون ما در دنیا با امی پنج حواس ما هست که زندگی معنی پیدا می‌کنه و با ما هست که زندگی خواهیم کرد. بسیار خوب. خب اگر به عنوان یک فرد ما بخوایم مثلا تمرکز خود افزایش بدم و این تمرکز داشتن جزی از مهارت های روزمره ما باشه، چه راههایی وجود داره؟ آیا باید سبک زندگی ما تغییر کنه؟ آیا باید اون محیطی که ما در او وجود دارم یک مقداری آرامتر و باصلحتر و باصفاتر باشه؟ یا اینکه عادت هایی که در وجود ما هست قرار هست که تغییر کنه؟ چه راهی وجود داره تا اینکه ما این تمرکز در سطح با کیفیت ترش داشته باشم و تجربه کنم؟ آها، درسته. البته ما در هر شخصی که میایم ما در مرکز ما، اولا باید ما مشکلاتشون رو لیست کنیم که در این قسمت چی پروبلومی داره، چی مشکلاتی داره، بعد بر اساس ما یک طرحهای درمانی رو ایجاد خواهیم کرد. اگر در به صورت کلی بگم، ممکنه که فرد باید سبک زندگی تغییر بده، یا هم ممکنه که بعضی عادات‌های ناسازگارانه که منجر به یعنی خراب شدن زندگی و ارتباط روابط ما میشه، این باید تغییر بده، باید یک عادت سالم را به خود ایجاد کنه. یا هم ممکنه که ما برای فرد بگیم ممکنه که مقدار در تفریح و سرگرمی خود بیشتر کنه، مثلا در یک فضای بازتر برای چند وقت را، و تا بتونه مثلا ریلکس تر و آرام تر شوه، که در قسمتش ما مثلا برش ریلکسیشن یا تن آرامی رو برش آموزش میتیم که این هم بسیار مهم است. و آیا مزامین خاصی هم میتونه بر بیشتر شدن میزان تمرکز ما در واقع کمکی داشته باشه؟ خیلی ها بر ای باور هستن که مسائل ریاضیکی که ما درگیرش هستیم روزمره یا ای که در مکتب میخوانیم هم میتونه به نوعی مغز ما رو بیشتر به چالش بکشه و دقت ما را و میزان تمرکز ما را به نوع قابل چشمگیری در واقع افزایش بده. دقیقا یکی از چیزایی که بعض وقتا برای تمرکز حواس استفاده میشه همیه که مثلا بعضی تکنیک‌ها و بعضی فرمولای ریاضی رو میگه باید کار کنه، و همینطور مثلا نمیدونم از عددی هزار یعنی عکسش وارونش باید حساب کرده باره تا فرد تمرکز دقتش بالا باره، یا هم بیشتر مثلا ریاضی کار کنه. این هم مؤثر است. و محیط های اجتماعی که وجود داره، مثلا محیط های پر از ازدحام و شلوغی، آیا فاصله گرفتن از این محیط ها هم میتونه با ما کمک کنه تا دوباره او تمرکز از دست رفته خود بتونیم به دست بیاریم؟ طبیعتا بله، چرا که محیط نارام، محیط سر و صدا، شلوغ گفتیم، این یکی از عوامل هست، عوامل بیرونی که تمرکز ما را به نوعی کاهش میده. و ما قبلا هم اشاره کردیم که برای از اینکه فرد بتونه تمرکز حواسش بالا بره، باید بره یک در یک محیطی که خیلی آرام باشه، چند وقت ریلکس شوه، و همینطور نیازهایی بتونه تا جسمش روانش تخلیه شوه و آرام شوه. تشکر از شما. بسیار خب، و بفرمایید که تمرکز ما چگونه میتونه ما رو به اهداف ما و به موفقیت هایی که برای خود در زندگی قرار دادیم برسانه؟ چه راههایی وجود داره و چه رابطه میان این هر دو وجود داره؟ درست. اول که لازمی خود موفقیت نمیدونم تلاش سخت است و همینطور کار سخت هست، در کنارش باید یک هدف دقیق را باید مشخص کنیم، و همینطور رسیدن به یک موفقیت، به یک قله از موفقیت است که ما باید یک هدف اختصاصی داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، و در کنارش باید تمرکزی مختص همو هدف را باید داشته باشیم
که باید در زمان حال اگر که تمرکز نداشته باشیم نمیتونیم برنامه‌ریزی کنیم، اگر که تمرکز نداشته باشیم نمیتونیم اصلا انگیزه داشته باشیم برای اون کار. پس اینا با هم خیلی ربط داره و بسیار تنگاتنگ و نزدیک است به هم. بله، تشکر. به پایان برنامه نزدیک شدیم، میخوایم صحبت پایانی شما رو در رابطه با این موضوع بشنویم، بفرمایید. ما چیزی دیگر که میخوایم بگم ایست که ما بر از این نیاز داریم، از اینکه تمرکز ما بالا باره، آگاهی باید از زمان حال داشته باشیم و همینطور در کنار از اینکه بخوایم تمرکز خود بالا ببریم باید هر روز سعی کنیم یک تمرین به اسم مشاهده افکار که در این قسمت ما هر فکری که در ذهن می آید ما فقط او را به نوعی نظارت مانیم و او افکار رو مشاهده مانیم و هیچ وقت یعنی قضاوت نداریم با او فکر خود و همینطور با خود هر روز حتی اگر تمرکز ما پایین هست باید با خود باید مهربان و همینطور مشفقانه با خود برخورد کنیم و به یک فرد متخصص حتما مراجعه کنید. بله، تشکر از صحبت‌های شما. زنده و سلامت باشین دوستان عزیز. من ممنون از همراهی همه شما عزیزان. انشاءالله که صحبت‌ها در خصوص تمرکز و رابطش با موفقیت مطلوب شما عزیزان واقع شده باشه. فراموش نکنید که در بخش سوم برنامه می‌پردازیم به اخبار جام جهانی 2022 قطر که فکر میکنم برای دوستداران دنیایی فوتبال شبان روز بیش از هر زمان دیگر داره به حساسیت های خودش نزدیکتر میشه. در این رابطه یک گفتگویی هست که باید برای شما از آن تقدیم شود. قبل از او شاهد میان برنامه ای باشید.